سلام رفقا، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و هر کجا که هستید زندگی به کامتون شیرین باشه. مهدی هستم، میزبان و همراه شما در کانال. امشبم قراره که با هم پرونده ی عجیبی از تهران رو که مردی به اداره پلیس آگاهی زنگ میزنه و میگه که مردی رو که دست و پاش هم بسته است و از طرفی بیهوشه کنار خیابون پیدا کرده و دقیقاً معلوم نیست که چه اتفاقی براش افتاده. پلیس هم بعد از این اظهارات وارد عمل میشه و توی تحقیقاتش متوجه اتفاقات عجیبی که افتاده میشه رو بررسی کنیم. قبل از هر چیز خوشحال میشم اگه به این تیپ محتوا علاقه دارید حتما صفحه ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. اگر دوست داشتید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، چرا که با این کارتون باعث میشید خانوادمون روز به روز بزرگ و بزرگتر بشه. من هر شب ساعت 9 با یه پرونده جنایی همراه شما هستم. بریم وارد پرونده بشیم تا ببینیم ماجرا دقیقاً از چه قراره. اوایل خرداد ماه پارسال مرد جوونی که توی جنوب تهران زندگی می‌کرده کنار خیابونی تو محله خزانه متوجه مردی حدوداً 31 ساله میشه که دست و پاش بسته شده بوده و بیهوش بوده. از اونجایی که از دست خودش کاری بر نمی اومده کمی هم ترسیده بوده، سری به نیروهای پلیس تماس میگیره. این پسر که تقریباً همه ماجرا رو دیده بوده به نیروهای پلیس میگه که کنار خیابون در حال رفتن به خونه‌شون بوده که یهو یه تیبای صندوقدار از کنارش رد میشه و یه فردی که دست و پاش بسته بوده خودشو از تو ماشین پرت میکنه بیرون. این فرد توی ادامه اظهاراتش میگه راننده تیبا بعد از این اتفاق ماشین رو نگه میداره و دنده عقب میگیره تا اونو دوباره سوار ماشین کنه، اما به درخت توی پیاده رو برخورد میکنه و مثل اینکه ترسیده بوده برای همین از اونجا متواری میشه. نیروهای پلیس گزارش خودشون رو ثبت میکنن و به اون محل میرن. از طرفی این مرد به نیروهای آمبولانس هم تماس میگیره و از اونا هم درخواست کمک میکنه. نیروهای امدادی و پلیس همزمان با همدیگه به محل حادثه میرسن و توی بررسی ها مشخص میشه که احمد بیهوش نشده و متاسفانه مرده. با دستور پلیس جنازه به پزشکی قانونی منتقل میشه. کارشناسای پزشکی قانونی هم بعد از 3 روز بررسی گزارش خودشون رو آماده میکنن و طی این گزارش معلوم میشه که احمد بر اثر فشار روی ناحیه حساس گلو یا همون خفگی جون خودش رو از دست داده و احتمال زیادی وجود داره که این یه قتل باشه. نیروهای پلیس بعد از گزارش پزشکی قانونی بررسی‌های تخصصی خودشون رو شروع می‌کنن. اونا تو مرحله اول تصمیم می‌گیرن تا دوربین‌های محل حادثه رو چک کنن. توی این بررسی‌ها تیبایی که توی این اتفاق دست داشته رو پیدا می‌کنن و طی بررسی‌ها راننده اون مشخص میشه. خسرو مردی حدوداً 28 ساله راننده این ماشین بوده. پلیس طی بررسی‌های بیشتر مشخصات دقیق این فرد رو پیدا می‌کنه و طولی نمی‌کشه که اون بازداشت میشه و به اداره پلیس منتقل میشه. خسرو توی اداره پلیس سعی میکنه تا این ماجرا رو انکار کنه و وانمود کنه که بیگناه و دستی توی این ماجرا نداره، اما وقتی مستندات پلیس رو میبینه مجبور به اعتراف میشه. خسرو میگه روز حادثه تنها نبوده و برادرش محسن و پسردائیش سیروان هم پیشش بودن، اما اونا به هیچ عنوان مرتکب چنین کاری نشدن. ولی اگه اونا همچین کاری نکردن پس دقیقاً چه اتفاقی افتاده و این وسط احمد کیه و چی کار است و به طور دقیق ماجرا دقیقاً از چه قراره؟ سالها پیش خانواده ای توی قزوین تشکیل میشه و این خانواده به مرور زمان صاحب 3 تا بچه میشه. 2 تا پسر به اسمای خسرو و محسن و 1 دونه دختر به اسم نسترن.
هر سه تا بچه درس و مدرسه خودشون را تا دوره دبیرستان تموم میکنن و محسن و خسرو بعد از اون مشغول کار میشن و توی این مدت هم تصمیم به ازدواج میگیرن. این دو نفر با رضایت خانوادهشون از اونجایی که یه خانواده تقریبا سنتی بودن با دخترای فامیلشون ازدواج میکنن و از اون به بعد مستقل میشن و جدای از خانوادهشون بودن. همین موضوع هم باعث میشه تا نسترن توی خونه تنها بمونه و این تنهایی براش زیاد خوب نبوده. از اونجایی که درس هم نمیخونده مدام سر موضوعات مختلف با پدر و مادرش بحث میکرده و رفته رفته بین اون و خانوادهش فاصله میفته. برادراش هم تا حدودی از این ماجرا خبر داشتن، اما کاری از دستشون بر نمیومده، چرا که اونا هم وقتی حرف میزدن پدر و مادرشون ناراحت میشده که چرا روی حرف اونا حرف زده میشه. مدتی از این ماجرا میگذره تا اینکه حدوداً 4 سال پیش که نسترن به سن 21 سالگی میرسه توی محلشون چند تا دوست پیدا میکنه و هر از گاهی با اونا به بیرون میرفته. دوستای نسترن زیاد آدمای قابل تعریفی نبودن و درگیر موضوعات مختلفی مثل روابط نامشروع و مصرف مواد مخدر بودن. نسترن هم توی این فضا قرار گرفته بوده بدون اینکه خانوادش حتی از این ماجرا با خبر بشه. دختر ساده و سربزیری هم بوده و خیلی راحت می شده که اون رو گول زد. دوستای این دختر مدام توی گوش اون می خونن که بس دیگه از این زندگی ساده و بیرنگ خسته نشدی و چرا برای خود دوست پسر پیدا نمی کنی و ما رو ببین چقدر داریم حال می کنیم و انقدر از این حرفا می زنن تا این دخترم تحت تأثیر قرار می گیره و تصمیم می گیره تا وارد رابطه بشه. برای همین توی اینستاگرام شروع میکنه به حرف زدن با پسرایی که به دایرکتش میومدن و باهاشون صمیمی میشده. حتی چند باری هم با این پسرها یکی دوباری به کافه رفته بوده. تا اینکه بعد از یه مدتی حدوداً اواخر بهمن ماه سال 1400 پسری به اسم احمد با نسترن توی اینستاگرام آشنا میشه و این دو نفر توی دایرکت کلی با هم حرف میزنن. احمد با چرب زبونی کاری میکنه که نسترن غرق در افکار و تخیلاتش بشه. از اونجایی هم که سنش کم بوده به همه ی حرفایی که احمد میزده فکر میکرده و بهش اعتماد کرده بوده. این پسر با زبونش کاری میکنه که باعث میشه نسترن بدون اینکه حتی شناخت کافی از این پسر داشته باشه به خاطر اون تصمیم میگیره تا از قزوین به تهران بره و احمد رو ببینه. این اتفاق هم میفته و نسترن از خونه فرار میکنه و به تهران میره. این دو نفر توی ترمینال جنوب همدیگر رو میبینن و احمد با 1000 تا ترفند سعی میکنه تا نسترن رو به خونش ببره. این دختر ساده هم قبول میکنه و سرش رو میندازه پایین و با احمد به خونه اون میره. دقیقاً اصل ماجرا هم از همینجا شروع میشه. احمد بعد از اینکه نسترن رو میبره توی خونه بهش رحم نمیکنه و اون رو توی خونش زندانی میکنه و 1 هفته تمام به این دختر بیچاره تجاوز میکنه. نسترن هم که تازه فهمیده بوده ماجرا از چه قراره دیگه کاری از دستش بر نمیاد. احمد بالای 5 ماه این دختر رو پیش خودش نگه میداره و اجازه نمیده که اون به خونهشون برگرده. خانواده و برادرای نسترن توی این مدت هر جایی که میتونستن رو گشته بودن، حتی به پلیس قزوین و تهران هم گزارش داده بودن، اما خبری نبوده که نبوده تا اینکه اواخر اردیبهشت بعد از اینکه نسترن خیلی بیتابی میکنه خودش به خونه اونها تماس میگیره و بهشون میگه که دخترشون پیش اونه و با همدیگه قرار میذارن که توی ترمینال جنوب تهران همدیگه رو ببینن و نسترن رو به خانوادش تحویل بده. خسرو و محسن داداشای نسترن به تهران میان و پسردایشون سیروان هم از تهران بر میدارن و با هم به ترمینال جنوب میرن. اما توی ترمینال همه چیز عادی نبوده و نسترن که میخواسته از دست احمد فرار کنه باهاش درگیر شده بوده و تو همین حین خسرو اینا هم از راه میرسن و دعوای عجیبی بینشون راه میفته و مردم سعی میکنن تا اونا رو از همدیگه جدا کنن.
همین اتفاق هم میفته و خسرو اینا احمد رو میگیرن تا تحویل پلیس ترمینال بدن. اما نمیدونم چرا اونا قبول نمیکنن و میگن که باید به کلانتری ببریدش. خسرو هم با پسردائیش احمد رو به کلانتری نزدیک ترمینال میبره. اما اونا هم قبول نمیکنن و میگن که این اتفاق توی حیطه جغرافیایی اونا هم اتفاق نیفتاده و نمیتونن احمد رو بازداشت کنن. این دو نفر که میبینن کلانتری احمد رو دستگیر نمیکنه، سیروان یه دوست پلیس توی یکی از کلانتریای جنوب داشته، با اون حرف میزنن و قرار بر این میشه که احمد رو به اون تحویل بدن. اما موقع رفتن به اونجا، از اونجایی که احمد رو با طناب بسته بودن، این پسر که سعی میکنه خودشو از ماشین پرت کنه پایین تا نجات بده خودشو، طناب به دور گردنش میپیچه و موقع افتادن خفه میشه و جون خودش رو از دست میده. خسرو هم دقیقاً همه این موارد رو توی اداره پلیس میگه. خسرو مشخصات سیروان و محسن رو هم به پلیس میده و اونا هم دستگیر میشن. سیروان و محسن هم دقیقاً حرفایی که خسرو زده بوده رو میزنن و توی بررسی‌های تخصصی مامورا هم مشخص میشه که همه حرفای این سه نفر درسته، چرا که اونا با کلانتری هایی که اونا ارتباط گرفته بودن هم حرف میزنن و معلوم میشه که هرچه که گفته بودن حقیقت داشته. مامورا بعد از اظهارات این سه نفر پرونده اونا رو تکمیل میکنن و به دادگاه میفرستن. دادگاه این سه نفر هم برگزار میشه و از اونجایی که خانواده احمد کلن خارج از کشور بودن، برای همین واسه این کار یه وکیل گرفته بودن و وکیل اونا توی دادگاه مدام اصرار بر این داشته که خانواده احمد درخواست قصاص دارن و پدر و مادرش گذشت نمی کنن. از طرفی خسرو اینا هم توی جایگاه دفاعیات خودشون، یعنی همون حرفایی که تو اداره پلیس زده بودن رو تکرار می کنن و قاضی پرونده مجدداً شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی می کنه. از اونجایی هم که ثابت شده بوده که این قتل غیر عمد بوده، برای همین خسرو و سیروان و محسن هر سه محکوم به 1 سال حبس و پرداخت دیه می شن. اما در حال حاضر نسترن پیش خانوادش و به خاطر مشکلات روحی روانی که توی این مدت کشیده بوده تحت درمانه. خیلی مخلصیم رفقا، رسیدیم به انتهای پرونده. خوشحال میشم نظراتتون رو توی قسمت کامنت ها برام بنویسید و پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به مردیه که به بچه خواهر زنش رحم نمیکنه و بهش تجاوز میکنه رو حتماً ببینید.